آجه شوریم الان بسم الله الرحمن الرحیم. یک بار دیگه خوش آمد میگم به جناب آقای جوزف بورل، نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا. ما امروز گفتگوهای طولانی اما مثبتی رو در خصوص همکاری‌های جامع جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا داشتیم. جمهوری اسلامی ایران به دنبال روابط متوازن با جهان هست و در یک سیاست خارجی متوازن قاره اروپا برای ما از جایگاه مهمی برخوردار هست. حفظ و گسترش روابط با قاره اروپا به شمول تمام کشورهای این قاره، چه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و چه کشورهای خارج از اتحادیه اروپا، از جمله اولویت‌های ما در پیگیری مناسبات با این قاره است. سطح روابط و به ویژه مناسبات تجاری دو کشور در تراز ظرفیت‌های موجود بین جمهوری اسلامی ایران و یکایک کشورهای اروپایی نیست و ما امیدوار هستیم در پی روابط دو جانبه و گفتگوهای دو جانبه‌ای که با یکایک کشورهای اروپایی داریم و همچنین در ادامه گفتگوها و توافقاتی که با همکارم جناب آقای بورل روز جاری داشتیم شاهد توسعه و پیشرفت مناسبات باشیم. از جمله موضوعاتی که مورد بحث و تبادل نظر قرار دادیم، بحث تداوم مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و طرفهای دیگر برای لغو تحریم ها هست. آقای جوزف بورل چندی پیش از من در تماسی تلفنی خواستند که چگونه می توانیم بنبست و توقفی که بعد از صدور قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی حاصل شده کار رو دنبال کنیم و از این بنبست خارج بشیم. من به ایشون گفتم جمهوری اسلامی ایران همیشه از مسیر دیپلماسی و مذاکره عزتمند و البته مبتنی بر نتیجه استقبال میکنه و از شما دعوت میکنم که سفری رو به تهران داشته باشید تا از نزدیک همه ابعاد مسئله رو یک بار دیگر با حضور تیم‌های مشترک مذاکراتی ما و شما به عنوان هماهنگ کننده در اتحادیه اروپا دنبال بکنیم. خب در پی این گفتگو ما امروز میزبان جناب آقای بورل و جناب آقای مورا و تیم دستیاران ایشون در تهران هستیم. گفتگوهای مفصل، عمیق و دقیقی رو در خصوص مطالبات جمهوری اسلامی ایران داشتیم. تأکید کردیم به جناب آقای بورل که اولا ما آمادگی داریم که در روزهای آینده مذاکرات رو از سر بگیریم. ثانیاً آنچه که برای جمهوری اسلامی ایران مهم هست، نفع کامل اقتصادی ایران از توافقی است که در سال 2015 حاصل شده و هر موضوعی که بتواند نفع کامل اقتصادی ما رو تحت تاثیر قرار بده از نظر دولت آقای دکتر رئیسی و جمهوری اسلامی ایران قابل قبول نخواهد بود. ما سعی می‌کنیم بر مشکلات و نقاط افتراقی که وجود داره در مسیر گفتگوهایی که به زودی از سر گرفته خواهد شد برطرف بکنیم. امیدوار هستیم. به طور مشخص طرف آمریکایی این بار واقع بینانه و منصفانه
در مسیر مذاکرات و در مسیر رسیدن به نقطه پایانی توافق اقدامات مسئولانه و متعهدانه ای رو انجام بدهد. در این حال در خصوص آخرین وضعیت اوکراین گفتگو کردیم. جمهوری اسلامی ایران جنگ رو راه حل نمی‌داند، با نگاه به ریشه های این بحران و جنگ بر مذاکره و گفتگوی سیاسی برای رسیدن به یک شرایط مطلوب در منطقه و خروج از جنگ در اوکراین تأکید کردیم. همچنین جناب آقای بورل رو در جریان آخرین گفتگوهای خودم با جناب آقای لاوروف وزیر امور خارجه روسیه که در روز پنجشنبه گذشته انجام شد قرار دادم. در موضوع افغانستان بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام تأکید کردیم. در همین جا لازم میدونم یک بار دیگه صمیمانه ترین مراتب همدردی و تسلیت خودم رو به حادثه دیدگان زلزله تأسف‌بار و فاجعه اخیر زلزله در افغانستان ابراز کنم. برای کشته شدگان این زلزله آرزوی رحمت و غفران الهی و برای مجروحین این حادثه آرزوی سلامتی و برای بازماندگانشون صبر رو مسئلت دارم. جمهوری اسلامی ایران به مسئولیت انسان دوستانه خودش در ارسال کمک‌های انسان دوستانه به مناطق زلزله زده ادامه خواهد داد. همچنین در خصوص یمن هر دو طرف از تداوم آتش‌بس در این کشور حمایت کردیم و بر لغو کامل محاصره انسانی و از سرگیری مذاکرات سیاسی یمنی تأکید داریم. موضوع سوریه و فلسطین از دیگر مواضع مورد توجه ما هست. در مسئله سوریه ما معتقد هستیم که باید لغو تحریم‌های یک جانبه اعمال شده علیه سوریه در دستور کار قرار بگیره و مردم سوریه بایستی از یک شرایط زندگی خوب برخوردار باشند و در فضای امن و آرام و مطمئن نسبت به آینده سیاسی خودشون هر تصمیمی که در هر مقطعی لازم هست اتخاذ بکنن. ما به رأی و مردم سوریه احترام میگذاریم و به حمایت‌های خودمون از دولت، رهبری و ملت سوریه در مقابله با تروریسم و برای حفظ تمامیت ارضی این کشور ادامه می‌دهیم. موضوع فلسطین از مسائل اساسی است که همچنان در منطقه با آن مواجه هستیم. ما اقدامات تحریک کننده رژیم جعلی اسرائیل را بر نمی‌تابیم و جمهوری اسلامی ایران در مقابل اقدامات تهدیدآمیز رژیم صهیونیستی و از جمله اقدامات تخریب کننده این رژیم در بحث‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران دست بسته نخواهد ماند. یک بار دیگه خوش آمد میگم به جناب آقای جوزف بورل و هیئت محترم همراه ایشون و در پایان اشاره میکنم که از جمله موضوعات دیگری که مورد بررسی ما و آقای بورل قرار گرفت همکاری در حوزه انرژی، مبارزه با تروریسم، تداوم مبارزه با مواد مخدر، بحث مهاجرت از جمله مهاجرین افغانستانی که در جمهوری اسلامی ایران حضور دارند و همچنان ما شاهد ورود مهاجرین و آوارگان افغانی به سمت مرزهای زمینی جمهوری اسلامی ایران هستیم. برخی مباحث کنسولی و مطالباتی که جمهوری اسلامی ایران نسبت به هموطنان ما در بخش‌های از اروپا داشت نیز در این گفتگوها مورد توجه قرار گرفت. خیلی متشکرم. Thank you, Minister. It was important for me to come here, and I appreciated a lot your hospitality, Minister. And we haven't finished yet. I am looking forward to further meeting during this afternoon. My visit has one main objective. It was to break the current dynamic of escalation and to break the stalemate
of the negotiations on the JCPOA. It was of paramount importance to give a new momentum to bring the JCPOA on track. On my request, you invited me to come and discuss deeply of the reasons that has created this stalemate, and I am very happy, as the minister has said, and thank you for that, minister, that we will resume the talks on the JCPOA on the coming days. The coming days means the coming days. I mean, quickly, immediately. And so we are going to break this stalemate and stop this escalation process in which we were. Allow me to remember that as coordinator of the JCPOA talks, I decided to pause the Vienna talks in March. In March, I decided to stop for a while because I had put on the table a text with very few open questions, and these questions were subject to be addressed by the Iranians and the US, because the others, members, China, France, Germany, Russia, and the UK, the other parties of the JCPOA, agreed with my assessment and the pause. But the pause is not 3 months. March, April, May, June, that's more than a pause. It has to be finished. 3 months have passed, and we need to speed up our work. And I am very happy and thankful for the decision that the minister has already announced, taken by both of us here in Tehran, that the talks will resume. There are decisions that have to be taken in Tehran and in Washington. But we agreed today that this visit will be followed by the resumption of negotiations also between Iran and US, facilitated by my team to try to solve the last outstanding issues. I cannot underline the importance of reaching an agreement on the basis of the text they put on the table and how important it is for all of us, for Iran, for the world, for the Europeans certainly, but for the world as a whole, to have an agreement on the JCPOA. Especially now, because we live in a different world. Since February, we live in a different world. 4 months ago, just before we decided a pause on our negotiations, Russia unleashed a brutal aggression against Ukraine. And this is a tectonic change in the world geopolitics. This is a major breach of United Nations principles and a big change on the relationship between states. In such environment, the conclusion of our landmark agreement is more important than ever. The world needs security and stability, and the world will be a much secure place if we have a deal that can ensure for Iran full benefits, full economic benefits of the agreement, and at the same time to address the concerns of the international community about non-proliferation, global security, and regional stability. And this brings me, allow me, Minister, to another point of our discussion today. It's our thinking and our new approach of the European Union with respect to the Gulf region. We are offering to the countries in the region a new and much deeper relationship.
based on a broad agenda that includes global issues, green transition, digital transition, but also trade and regional security. And I cannot conceive such as a regional approach without you, without Iran. Nobody can talk about the stability on the Gulf region without taking into account Iran, the biggest country in the region and a great potential provider of energy. But for that, again, we need to go back to the full implementation of the JCPOA. We want to stress our bilateral relations, Minister, although it will deserve another visit to Tehran. This was focusing on JCPOA, and I will be more than happy to come back to Tehran and to go deeper on the bilateral relations between the European Union and Iran, because I am convinced that we have an enormous potential in many fields, starting from trade, including oil and gas, to many other issues. We are a big market, you are a big market, and our economies are strongly complementary each other. That's why we need the JCPOA back on track. We have to solve the non-proliferation concerns of the international community and the badly needed US sanctions lifting for Iran to reach its full economic potential. We discussed about other issues, you mentioned them, some consular issues of mutual concern, and I think that we will have to continue discussing, but today has been a positive meeting because we decided to resume in the coming days the Iranians' deal negotiations, which were stalled for the last 3 months.